سلام و شبتان بخیر. امروز یک شنبه پنجم سنباله سال 1396 خور شدیست که برابر می شود با 27 اگست سال 2017 میلادی. نخست سرخط چند خبر. خوشدار بی سابقه عطا محمد نور به حکومت. ما کسی نیستم که فروش پراشوتی آمده باشم و با یک مکتوبی تو تعیین شده باشم، با یک مکتوبی تو کاغذ داری پس دوباره بیرون شدم. زمان بندی تازه نیکلسن با شکست طالبان در کشور. در راهبرد جدید بالای دشمن در افغانستان فشار نظامی وارد میکرد. و تصرف اکثر بخش‌های شهر تل عفر توسط ارتش عراق. مشروع خبرها. انحصار قدرت از سوی حکومت و بی‌توجهی به حاکمیت مردمی سبب شده تا کشور چالش‌های زیادی را تجربه کند. مشاور پیشین شورای امنیت ملی با ابراز این مطلب می‌گوید که حکومت همواره تلاش نموده تا با رفتارهای عوام فریبانه و دوام قدرت بپردازد. این مقام پیشین حکومت تاکید می‌ورزد که نیاز است تا از راه مسالمت آمیز و قانونی نظام کنونی تغییر داده شود. رفیع صدیقی بیشتر جزئیات می‌دهد. خب بدون شک مشاور پیشین شورای امنیت ملی در گفتگوی ویژه با آریانا نیوز با انتقاد از حکومت میگوید که کارکردهای فراقانونی و انحصار قدرت سبب شده تا خدمات به گونه راستین به مردم ارائه نشود و روند حکومتداری بسیار گنگ به پیش برود. دولت انحصار قدرت بر تطبیق قوانین خود در تمام قلمرو خود دارد که قلمرو شامل 652000 کیلومتر مربع افغانستان است. دولت امروز نمیتواند قوانین خود را در بیشتر جاهای افغانستان پیاده بکنه، حتی اگر بخواهد چنین توانایی ندارد. ببینید این مشروعیت از بود داخلی انحصار بر تعمیل قدرت آسیب بسیار جدی دیده. از سوی هم آقای اسپنتا تاکید می‌ورزد که مشروعیت حکومت زیر پرسش است و راه‌های قانونی وجود دارد که نظام تغییر داده شود. ما در مشورت با مردم قرار داریم، با اعضای محور قرار داریم در داخل در کابل و در بیرون از کابل، در ولایات و زونهای افغانستان، همچنین در گفتگو با سایر جریانهای سیاسی که میخواهند در چارچوب قانون اساسی افغانستان عمل بکنند. اگر قرار باشد که به موقعی چنین امکان به مردم داده نشود، پس مردم حق دارن با توسل با زور قانونی و مدنی حکومت‌های غیر قانونی را از قدرت برانند و مردم افغانستان بالاخره چنین خواهد کردند. با باور مشاور پیشین شورای امنیت ملی، تا هنگامی که حکومت سازی در افغانستان صورت نگیرد و تاثیرگذاری تصمیم گیری های کلان از سوی کشورهای بزرگ جهان کم رنگ نگردد، کشور هیچگاه حکومت مردمی را تجربه نخواهد کرد. حتی محمد نور والی بلخ میگوید هیچ گروه یا فردی نمیتواند او را از قدرت کنار بزند. آقای عطا به رئیس جمهور غنی هشدار میدهد که اگر بیشتر از این صبر او را بیازماید، با فراخوان علما مشروعیت نظام را به رایزنی خواهد گرفت. والی بلخ در یک سخنرانی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را مزدور میخواند. برای جزئیات بیشتر همکنون همکارم احمد فرشاد صالح در استودیو با ماست. فرشاد، خوش آمدی و جزئیات بیشتر در این مورد از خودت. سلام، شب همه بخیر. گونی که میدانین عطا محمد نور والی ولایت بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی امروز در یک گرد همایی در شهر مزار شریف گفتند که حکومت وحدت ملی مشروعیت نداره و هشدار داد که اگر صبر والی ولایت بلخ بیشتر از این به تجربه گرفته شود، حکومت عاقبت خوبی نخواهد داشت. یکی هر روز میشینین جلسه میگیرین که والی بلخ پس کنیم، بیره پس کنیم، او را پیسه میتین، او را پول میتین، او را تشویق میکنین، این کارتان هم به جایی نمیرسه. من کسی نیستم که فروش پراشوتی آمده باشم
و با یک مکتوبی تو تعیین شده باشیم، با یک مکتوبی تو کاغذ داری پس دوباره بیرون شویم از صف مردم خود. ما را مجبور نسازیم که با سیر پودین تانو پاش بکنیم، ما را مجبور نسازیم که بعد باز علمای افغانستان حتی از بیرون جمع کنیم در مورد مشروعیت شما و ارزش‌های شما، حتی ارزش‌های دینی باز در مورد شما ما بحث بکنیم. با موجی مردم حرکت میکنیم، هیچ کسی زوری با ما نمیرسه. آقای عطا در واکنش به گفته های گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بر او تاخت و حتی واژه مستور را بر آقای گلبدین حکمتیار استفاده کرد. ما از این مالی برات میگیم، حزب اسلامی آقای حکمتیار، حزب اسلامی داده که در دولت اصل نه، حزب اسلامی آقای حکمتیار یک پف میکنه، خودش تا او روز دغار مخفی بود، آلی میگه که او کاندیدی که مورد نظر حزب اسلامی نبوده باشه کسی برنده نمیشه. ما میگیم که خوابت به گور ببری، به مغاری که بودی در مغار رفته بگو، ما برنده شد. راهبرد نظامی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان هم به دیده های شک نگرسته شد. اگر هدف راهبردی شما این بوده باشه که داعش روز به روز رشد بکنه، داعش ساخته شده دیگه، طالب نامش داعش است، میدونیم که داعش کی جور کرده، طالب روز به روز رشد بکنه، به بهانه‌های مختلف جغرافیا در اختیارشان بگذارن، سلاح و مهمات به اختیارش بگذارن و کار بکنن و فعالیت بکنن و بیاین و توپ و تانگ دولت به بهانه‌ها در اکثر از مناطق افغانستان به دست بیارن، با دروس رو برای مقابل قبول نیست. نماینده پیشین رئیس جمهور در کار حکومتداری و اصلاحات هم بر حکومت تاخت و رئیس جمهور را یک فرد قومگرا خواند. اصلاحات نمیخی که با وجود بیاد به خاطر که طرفدار هستی که یک حکومت استبدادی و متمرکز در افغانستان حافظ منافع تو باشه و از این طریق تو بتانی حاکمیت تا تداوم ببخشی. تا همین اکنون هم ارگ ریاست جمهوری در پیوند به گفته های آقای نور واکنش نشان نداده است، اما امین کریم یک عضو حزب اسلامی بر رسانه ها گفته است که این کار آقای نور نشان دهنده وحشت است، زیرا او پول های بادآورده زیادی دارد. تشکر فرشاد. نیروهای امنیتی کشور یک عملیات گسترده را در ولسوالی چهاردره کندوز راه اندازی کردند. همکارم علی جواد اصغری در محل هست و آخرین جزئیات را با ما شریک می سازد. اصغری سلام، و جزئیات آخرین جزئیات چی است؟ سلام پریسا، بر خودت، بر همه بیننده های آریانا نیوز. از صبح امروز است ما با همکارم سمی جهش به ولسوالی چهاردره ولایت کندوز آمدیم که نظامیان در اینجا از 24 ساعت گذشته نبرد هستند. در حال حاضر 8 روز سا در ولسوالی چهاردره از وجود طالبان پاکسازی شده و در همین حال حاضر هم نبرد ادامه دارد و فعلا در روستای پیشتر محمد خان بنا شده در اوج حضور دارند. قرار است که این ولسوالی عملیات ادامه پیدا بکنه تا پاکسازی کاملی ولسوالی. گزارش های تایید ناشده هم میرسانه که در دو روز تا بعد از ایجا که طالبان حضور دارند، داعش هم حضورش تایید شده، ولی که تا کنون نظامیان افغان به گونه رسمی را تایید نمی کنند که آیا داعش است و در جنگ با داعش هم میرن یا نه. در حال حاضر فاصله اند با طالبان بین نظامیان افغان قطعی کماندو که در اینجا مصروف جنگ است 250 متر و یک جنگ دهن به دهن است. در این عملیات حمایت قاطع نیروهای نظامی افغان از طریق عملات هوایی حمایت میکنند. سپاسگزارم. آمارهای تازه با آرینا نیوز نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته حدود 6,500,000 سیسی خون به نیازمندان در کشور توزیع شده است. بر اساس آمار بانک خون، بیشتر این رقم به زخمی‌های رویداد حراست‌گرانه اهدا شده است که نسبت به گذشته تکان دهنده است. فواد ناصری جزئیات می‌دهد. جاده‌هایی که با خون نظامیان و افراد ملکی رنگ شده. افغانستان سال هاست که درگیر جنگ است و این نبرد همچنان از غیر نظامیان قربانی می گیرد. افزایش زخمی ها در حملات حراس افغانانه سبب شده تا توزیع خون و زخمیان این رویدادها نیز افزایش یابد و تنها در ماه گذشته بیش از 6 میلیون سیسی خون با آنان اهدا شده است. بیشتر واقعات که ما مصرف کردیم البته واقعات جنگی و انتحاری و انفجاری ها بوده. یک دلیل عمده از این هم که بدبختانه در کشور ما واقعات انتحاری و انفجاری اینا زیاد شده. این بانوی 67 ساله زهرا نام دارد.
خانم پسرش و نواسش را در حمله مرگبار داشیان بر مسجد امام زمان دو روز پیش در کابل از دست داد و خودش زخم برداشته. زهرا حالا در بیمارستان امرجنسی بستری است. زهرا میگوید در این رویداد گواه خون ریختن‌های زیاد غیر نظامیان از سوی مهاجمان داعش بوده است. اونجا گرازینی که افتاده بود دم زیر پای ما اید توری اگه این تیاری محکم کرد که ما گفتم البته که اول روز جزمه پر نخواده که نه بام از سری نه از بالا خطا خورد نه از پایین خطا خورد اما از کرا شاله شاله شد شاله شد. بر بنیاد آمارها در بیش از یک دهه گذشته بیش از 40,000 غیر نظامی در افغانستان کشته و یا زخمی شدند و ادامه درگیری ها نگرانی ها را از مبدل شدن افغانستان به سوریه دوم بیشتر ساخته است. شمالی از مقام های پیشین طالبان از شورای کویته جدا و به کندهار آمدند. عبدالرزاق فرمانده پلیس کندهار میگوید در میان طالبان جدا شده اشخاص مهم زمان حاکمیت طالبان نیز شاملند. جنرال عبدالرزاق چکزای فرمانده پلیس قندهار میگوید به اثر تلاش سران اقوام ولایت های جنوبی به شمول قندهار شمار از مقام های مهم پیشین طالبان به ولایت های جنوبی افغانستان برگشتند و با خانواده هایشان زندگی صلح‌آمیز را به پیش میبرند. و این میگوید ملا لطف الله آقا معاون وزارت دفاع دو عالی و شماری از مقام های دیگر رژیم طالبان به ولایت های جنوبی آمده و در یک منطقه مسئول زندگی میکنند. دا پروسه دوام لري او دا د دې کور دی که څوک غټ سړی که کوچنی خدای دې راولي موږ ټول یو افغانان د بس فرق نه لرو. شماره از آگاهان سیاسی به این باورند که اعضای خانواده ملا عمر و دیگر مقام های نزدیک به رهبر پیشین این گروه می توانند در راوند صلح مؤثر واقع شوند. اوس طالب مشران په دې باندې پوسوي دي چې هغه روش چې د دوی په وړاندې باندې په پاکستان کې موجود دی هغه انساني نه دی، اسلامي نه دی او د ګاونډیتوب نه دی، ځکه دوی د دغې په درک سره اوس په دې باندې توانېدلی دي چې خپل ځان ته قناعت ورکوي، هغه سیاسي محیط ته قناعت ورکوي. در همین حال شماره اعضای مجلس نمایندگان میگویند باید از این افراد در تامین صلح استفاده شود. مشت معلومات لرو د پاکستان اتسهم داده چې د طالبانو مشرتابه در اکانی در ولکی لاندې راولي، اکانی په هیني شکل باندې لکه حکومتيار سره لی په دغه شکل باندې راسي. مسئولان امنیتی در قندهار میگویند این روند جریان دارد و به زودی در این عرصه شاهد پیشرفت های دیگری نیز خواهیم بود. این در حال است که پیش از این هم مسئولان امنیتی حوزه جنوب غرب گفته بودند که شماره از فرماندهان رژیم طالبان به کشور برگشته و با دولت همکاری میکند. دوباره خوش آمدید. چند خبر کوتاه از جهان ببینید. ارتش عراق از بازپسگیری اکثر قسمت‌های شهر تلفر از دست شبه نظامیان داعش خبر می‌دهد. در خبرنامه ارتش عراق آمده که در جریان 8 روز نبرد برای خارج ساختن این شهر از دست داعش تمام 29 محله این شهر و دست نیروهای امنیتی عراق افتاده است. اما یک سخنگوی ارتش عراق گفته داعشیان فراری در منطقه العیادیا که در 11 کیلومتری این شهر می باشد مشغول نبرد با نیروهای عراقی هستند و این منطقه هنوز در چنگ این گروه است. در آستانه اعلام حکم دادگاه علیه یک مرشد هندی هزاران سرباز هند به 2 ایالت شمالی این کشور فرستاده شدند. هدف اعزام این نیروها برخورد با هر نوع اعتراضات خشونت آمیز عنوان شده است. روز جمعه دادگاهی در شهر پنجکولا در ایالت پنجاب رام رحیم سنگ را که یک مرشد سرشناس می باشد به خاطر تجاوز به 2 زن مجرم شناخت و قرار است مجازات وی روز دوشنبه اعلام شود. خبر اعلام محکومیت این مرشد باعث خشم پیروان او شد و در نتیجه خشونت ها در چندین شهر هند دست کم 36 تن کشته شدند. در حال حاضر گورمیت رام رحیم سنگ زندانی است. خانواده های کشته شدگان یک عملیات نظامی در سومالیا گفتند تا زمانی که دولت تایید نکند که عزیزان آنها را به همکاری سربازان آمریکایی کشتند اجساد کشته شده ها را دفن نمی کنند. دیروز و در نتیجه یک عملیات نظامی ارتش سومالیا با همکاری سربازان آمریکایی در حومه پایتخت 10 غیر نظامی به شمول 3 طفل را کشتند.
توجه کنیم به رویدادهای اقتصادی. عایدات 6 ماه سال روان 9.7% افزایش را نسبت به سال پار نشان می‌دهد. وزارت مالیه دلیل افزایش عواید را آوردن اصلاحات در نهادهای عایداتی می‌داند. در همین حال وزیر مالیه هشدار می‌دهد نام‌های کسانی را افشا خواهد کرد که مالیه نمی‌پردازند. وزارت مالیه از افزایش 15% مالیات نسبت به سال پار سخن میگوید. مسئولان در وزارت مالیه میگویند 153 میلیارد افغانی عایدات در سال جاری از سوی این وزارت هدف تعیین شده که در 6 ماه نخست بیش از 76 میلیارد آن جمع‌آوری شده است که 47% آن را عواید گمرکات تشکیل میدهد. این به صورت خودی صورت نگرفته. طبعا ما یک سلسله اجراات در طول امسال جاری روی دست گرفته بودیم که نتیجه از اوی افزایش نشان میده. در همین حال وزارت مالیه از افشای نام کسان سخن میگوید که مالیاتشان را پرداخت نکردند. حق مالیه ورکون کی که چیره په قصدی تو گبانده دی غاری چه فرار دی مالیه چخه ولدی نو دی حقیه با مونگ دی تاسو سره دی حقیه نمونه بشری کهو. عواید در بودجه ملی یکی از بخش‌های اساسی در خودکفایی اقتصادی به شمار می‌رود، اما در چند سال گذشته موجودیت فساد اداری و فرار از مالیات سبب کاهش جمع‌آوری عایدات در کشور شده است. در ادامه هم توجه کنین به نرخ اسعار. یک دلار آمریکا 68.40 پول، یک یورو 81.10 پول، یک درهم امارات 18.55 پول، 1000 تومان ایرانی 17.90 پول، 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی و 1000 کلدار هندی 1060 افغانی. دوباره خوش آمدید و حال هم توجه کنید به رویدادهای ورزشی. معتادان رو به بهبود با برگزاری یک دیدار فوتبال مرخصیشان را جشن گرفتند. 200 معتاد که برای 3 ماه در مرکز درمان معتادان هزار بستر در کمپ فنکس زیر تداوی قرار داشتند، با انجام یک بازی فوتبال از این درمانگاه خدافزی کردند. گزارش از همکارم رشاد احمد ببینید. اینان معتادان هستند که تا چند ماه پیش با توب شدنشان برای بیشتر مردم خیال بیش نبود، اما حالا دیده می شود که آنها خیلی خوب توانستند از مواد مخدر دوری کرده و بیبوت یابند. بین 3 میلیون و 500 نفر معتاد توی جامعه افغانستان، ما یکی از رهایی یافتگانم که به امید خدا بتونم طی مراحلی که ما را جمع کردن آوردن توی جمع‌آوری که نظر لطف خدا بود. در میان این 200 نفر که یکشنبه از این مرکز درمانی مرخص شدند، عبدالحی آبر، چهره شناخته شده رسانه‌ای کشور هم حضور دارد. طوری که ما را می‌بینین از ظاهر ما پیداست انشاءالله که صحتیاب کامل شدیم، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی. این روز در حقیقت روز مرخصی بود، ما بیشتر از 200 نفر داشتیم که مرخص کردیم، همه‌شان صحتیاب شدند. رئیس این بیمارستان میگوید آنان خوشحال هستند که 200 نفر از این افرادی که در گذشته معتاد بودند امروز سالم به جامعه تقدیم میشوند. از هر مقطع زمانی در اشتباهات خود که هر فرد که از سطح فامیل شروع میشه در سطح جامعه و در اجتماع ارتباط میگیره، از هر اشتباهی که سر میزنه بر بگردیم بازم به نفع جامعه است. در بیمارستان 1000 بستر کمپ فنکس اکنون 1000 معتاد زیر تداوی قرار دارند و آنان در کنار توجه به راهنمایی های پزشکان همه روزه به شکل منظم برنامه های ورزشیشان را نیز انجام می دهند. احمد ولی هوتک برابر حریف روسیش شکست خورد. احمد ولی هوتک قهرمان مبارزات آزاد افغانستان دیشب برابر دنیس کانکوف و ورزشکار روسی در راند سوم شکست خورد. با این شکست احمد ولی هوتک اولین شکست دوران حرفه‌ای خود را تجربه کرد. در ادامه هم بیننده وضعیت هوای کشور باشید. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25.
جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 26. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. و سرانجام غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16 پیش بینی شده است. از امتون به خبرهای این ساعت آریانا سپاسگزارم.